در جمله 178 می‌فرماید که احسد الشر من صدر غیرک به قلعه من صدرک. حساد به معنی درو کردن هست، احسد یعنی درو کن. حالا اینجا میگیم که پاک کن، مثلا جمع کن، از بین ببر. احسد یعنی درو کن. قلب معنی کندن هست، ریشکن کردن هست. اینجا میگیم که از بین ببر. شر رو از سینه دیگران با از بین بردن از سینه خودت درو کن. معنیش اینه که میخوای که دیگران نسبت به تو شرارت نداشته باشن، بدی نکنن، میخوای که عرض کنم دوچار شر دیگران نشی، شر رو از تو سینه خودت بکن. از این جمله حضرت حالا چند تا احتمال هست یا چند تا نکته فهمیده میشه. نکته اول این که اصولا برخی از امور یه رابطه غیر محسوس دارن، ما خبر نداریم. این که اگر شری در سینه من باشه، این میشه مایه شر در سینه دیگران، چطور ما خبر نداریم. این رابطه ارگانیش این دوتا رو با هم نمیتونیم بفهمیم. چطور میشه که اگه بنده تو سینه من شر باشه، باعث میشه که دیگران هم در سینه‌شون شر باشه؟ اینو نمیتونیم بفهمیم. ضرب المثل داریم، مثلا دل به دل راه دارد، نمیدونم چیز از این قبیل داریم. اما این که ارتباط چیه؟ شما که خبر ندارید تو سینه من چه خبره، منم که از سینه شما خبر ندارم، ما که از دل هم خبر نداریم، چیه؟ چطور میشه اگر در سینه من شری باشد، این مایه ایجاد شر در سینه های شما میشه؟ و از اون طرف اگر من شر رو از سینه خودم بکنم، باعث میشه شر از سینه های شما کنده بشه. خب متخصص جدا، کاملا مستقل. شاید وجهش این باشه که خب وقتی که شری در سینه کسی، در دل کسی باشه، این شر آثاری داره و این آثار چه بسا در وجنات اون شخص ظهور داشته باشه، نمود داشته باشه. یعنی به هر حال این شر بی اثری که نیست. وقت اون آثاری که در ظاهر تجلی میکنه، اونها میشن وسیله برای ایجاد شر در سینه دیگران. و برعکس، وقتی که انسان شر رو از دل خودش بیرون میکنه، وقتی که بدی رو از سینه خودش میزداید، اثری از بدی در ظاهرش تجلی نمیکنه. وقتی که دیگران از این بدی ندیدن، خود به خود اونها هم دست از بدی برمیدارن. این شاید مثلا یه توجیه خیلی ساده و سطحی باشه. البته میشه توجیهاتی هم کرد، مثلا بگیم که خداوند متعال همون گونه که در جهت مثبت نیروهای قرار داده، حال تحت نام فرشتگان یا غیر فرشتگان، که کارشون همینه که کسانی که در جهت حق هستند رو کمکشون کنند و عرض کنم که نتیجه اون حق طلبیشون رو بگیرن. از اون طرف در جهت منفی هم آثاری هست بر اون شهرها، که این شهرها به دیگران هم خواهد رسید. به این شکل میشه پاس، یعنی میشه تحلیل کرد. ولی همون که عرض کردم، ساده ترینش همونه که به هر حال این شری که در سینه کسی هست آثاری داره، ظهوری داره، اون ظهورش مایه شر میشه در دل دیگران. وقتی در دل خودش شر رو از بین برد، اون آثار نیست. وقتی اون آثار نبود، شر هم در دل دیگران ایجاد نخواهد شد، اون چم که هست از بین خواهد رفت. بله.